به نام خدا سلام عرض ادب و احترام دارم قزه تمام تحلیل ما تو هولوش داره کار میشه چون اساس اتفاقات قزه یکی از مهمترین بخش پایان نظام تک قطبی دنیاست در تا با آقای اردوغان تحلیل بعدی هم صحبت میکنم که گفته میخوام هماس رو تسلیح کنی مهمایت کرده اما چه داره روی میده در غزه کاری که ها کردن این بود که خب میدونید غزه فقط در بخش شمالی غزه رئیس ستاد کل ما آقای سلشکر باغری صحبت کرد اشاره کرد نیروهای حماس مدتی 400 کیلومتر فقط در شمال غزه اگر اشتباه نکنم تونل هست تونل هایی که امکان عبور موتور و یه چن شرایط رو بهشون میده ورود به غزه یک قتلگاهه من گفتم استالیا راهی ندارن جز ورود به غزه اما یه موضوعی رو هم بذارید اضافه کنم اسرائیلی ها نیستن که تصمیم میگیرن محور مقاومت هست که بازی رو بهشون تحمیل میکنه هر نوع بازی که بخواد رو تحمیل میکنه ما در شروع روند هفت اکتبر به صورت میدانی شاهد یک سطحی از درگیری بودیم شلیک راکت توسط حماس در 48 ساعت گذشته یک اتفاقی رقم خورد سطح دومی از اتفاقات در یک میزان تنش بالاتر ایجاد شد یعنی هماس دیگه راکت چلیک نمونه داره عملا موشک چلیک میکنه دیدید یکی از این موشک به سمت یکی از روسته های مرزی مصر رفت که بیش از دیویس کیلومتر فاصله داره مثل اینکه به سمت بندر ایلات و اون چیزی که وجود داره اینه که حماس میتونه تمام جغرافی اسرائیل رو زیر ضرب حملات موشکی قرار بده همزمان حزب الله لبنان هم سطح درگیر و بالتر بود فیلمی که ثانیه کوتاه از عبور سید عزیز سید حسن نصرالله الله رو داریم که منتشر شد و جمعه میخواد صحبت کنه و توییتی که آقای الحوسی زد و اشاره به بابل مندب داشت یک سطح از درگیری یک سطح بالاتر یعنی هر آنچه که در 48 ساعت گذشته بود رو بذاریم کنار حالا در این فرایند شما شاهد یک سطح از درگیری هستید فیلم هایی که از شلی که موشک های حماس بیرون میاد این بار تخریب چهار تا جور نیست یه خونه رو تخریب میکنه یه کوچه رو یه ماشین هایی که اونجا هستن پیرامون و موشک از موج انفجار ها خورد میشه سقفش داخل میره حجم گستردی از در واقع تخریب رو ایجاد میکنه و میتونه و میتونه تلفات گستردی رو دست سایلیا بذاره اسرائیل چیکار کرد تو این دو روز اسرائیل تو بخش نوار مرزی غزه ورود کردن نه داخل عمق غزه مدلی که اونها انجام میدن اینه چون میدونن اگه وارد غزه بشن به قول وزیر دفاع سابقش اومد پیش از ده تا کشته دستشون میذاره خیلی بالاست بیاییم اول بگیم قذر اصلا مشکل چیه؟ اصلا نیروی زمینی کمی داره برای اینکه هم در محور جنوبی با غزه چون شما وارد جنگ شهری داره میشه جنگ شهری دوده میخواد در مرز شمالی با هزبالا 67 تر زار نیروی اونجا بذاره در مرز شرقی با سوریه که میتونه با افزایش نیروهای محور مقاومت به در واقع دیر و زور به نقطه اتصالی به مرز 60 70 کیلومتری ورودی اسرائیل باید یه بخشی از نیروها هم اونجا بذاره به همین علت چون نیروی رزم کمی داره اومد از یه مدلی استفاده کرد تو چه لای ساعت گذشته اون مدل چی بود یه پیشروی در نوار مرزی غزه انجام میدادن همزمان 300 400 متر جلوتر اینها رو جنگندها ها بمباران سنگین میکردن خب این یه معناش اینه که شما پیشروی نمیکنید که چون نیروی شما وقتی وارد میشه 100 متر 200 متر 300 متر داخلی محدوده ای اون که پیشروی نشد مدل آقای زلنسکی دیگه میگه تو دکترین جدیدمون گفتم بر روزی مثلا 500 کیلو ببخشید دو کیلومتر سه کیلومتر ده کیلومتر بگیرید به طور مثال میگم نه اینطوری نیست اسرائیل ها اساسا وارد غزه نیستند تو نقاط استراتژیک شما چرا میرید توی غزه که با هماس درگیری تونل رو از بین ببری هماس رو از بین ببری و به اون نقطه جغرافیایی مسلط بشی این دلیل پیشروی اسرائیل اون چیزی که اتفاق افتاده حضور در نوار مرزی که 300 400 متر جلوتر این نیروها رو جنگنده ها آتش سنگین روش میریزند اینطوری که نمیتونید شما این فرایند رو انجام بدید تعریف جنگ رو بدونیم برنده و بازنده جنگ کیه؟ اونی نیست که جنگنده بیشتر داره تسلیحات بیشتر داره برنده جنگ به کسی میگن که اهدافی رو که برای نبر تعیین کرده رو بهش برسه درست؟ مثل اهدافی که ایران تعیین کرده دیگه عادی سازی رفت کنار پرنده فلسطین اومد روی میز دو بلوکه شد کریدورهای سیاسی این چنین رفت کنار بازی دو ستونه عربستان اسرائیل از طریق آمریکا نسبت به ایران رفت کنار خیلی جالبه ما باید یک ماه و نیم پیش در قفقاز می جنگیدیم با آذربایجان و تسلیحاتی که اسرائیل و آمریکا اونجا فرستاده بودن حالا اون تسلیحات از گرجستان برگشته تو اسرائیل تسلیحات از اوکراین برگشته تو اسرائیل و ما داریم اونجا با استالی ها می جنگیم فوق است دقیقا همون چیزی که سانتزو میگه چقدر هنر رزم سانتزو فوقلاده است چقدر این بازی های تاکتیکی عمیقه شما یه،, مثال بزنم شما به سلشگر رو چند وقت پیش یه مسئله بیرون اومد برای تز دکتراشون راجع به قفقاز بود این اومد بیرون برای مثلا دو دهه پیش بود 20 سال پیش بود به چقدر دقیق منی که تحلیلگرم زیرو بمش رو میدونم مطالعه کردم از الان ما ایم اون موقع تمام ساختار امروز اومده گفته سرلشکر باقری دقیق گفته ترکیه اونجا چی میخواد اسرائیل چی میخواد برنامه اینا چیه بافتشون چیه به چه سمتی حرکت بودن ما بعد چیکار کنیم اون کسی که 20 سال پیش انقدر دقیق ماجرا رو میدونه امروز براش آماده است اسرائیل ها با این روش نمیتونن کاری کنن بخوان وارد عمق بشن نیرو میخوان حالا اگر بخوان نیرو داشته باشن باید آمریکایی ها نیرو رو بیارن میارن آمریکا 20 هزار، 30 هزار، 40 هزار، 50 هزار، هزار نیرو هم میاره توی اسرائیل اما مگه اونا که تصمیم گیرن که بازی چه مدلی باشه حجم فشار روی عراق سوریه تو پایگاه آمریکایی بالا رفته هر روز دارن میزنن همینطور تهدیدات از سمت یمن در بابل مندب مشرف کانال سوئز هم افزایش چشمگیری داشته حالا به این تصور که اگه آمریکا بیاد نیرو کمک کنه به اسرائیل که وارد غزه بشه میدونه که تو این محدوده بسیار بزرگ جغرافیایی محور مقاومت هدف قرار میده به صورت مشروع آمریکایی ها رو خب شما 60 70 هزار نیرو هولدر به اسرائیل که وارد غزه شه این گستره جغرافیایی باعث میشه که شما مجبور باشی برای این امر یک نیروی رزم چند صد هزار نفری بیاری از بابل منده به تو خلیج فارس میتونی بیاری نه حالا چه اتفاقی میفته کامال هریس میاد میگه آمریکا قصد نداره نیرو بیاره تو اسرائیل آمریکا نمیتونه نی نیرو بیاره تو اسرائیل آمریکا تمرکزش رو چینو اروپا تمرکزش رو روسیه است همین الان هم عقبن همین الان هم دست پایین رو دارن همین الان هم علاوه تسلیاتی و تزریق تسلیات مشکل دارن همین الان یک پارچه نگه داشتن اروپا داره سخت میشه همین الان تو برنامه اقتصادشون به مشکل خوردن همین الان کنترل قیمت انرژی رو از دست دادن همین الان اتحاد چین روسیه ایران رو رقم زدن این دیوانگی بود ترامپ انجام داد ای آمریکا چطوری بازی رو برد آمریکا کجا بازی رو برد آمریکا میخواست شوروی رو تو جنگ سرد مهار کنه میدونید دیگه جنگ من یه برنامه بر روی چیز بسازم بذارید همینجا بگم بذارید یه کمی پراکندهش کنیم بریم جای جای قشنگ و جذابی برسیم مخاطبان با ارزشی هستید ولی نعمتان من بذارید بریم جای خوب این یه تفاوتی رو باید بشناسیم جنگ جهانی اول دوم چرا اتفاق افتاد فرقش چیه اگه عینک دیگه میخوایم به پردازی و بارها موارد زیادی رو گفتیم بیاید یه دیگه بهش نگاه کنیم جنگ اول و دوم کجا بود اروپا مستعمرات زیادی به دست آورد تو بلوک شرق چین هند منطقه ما آفریقا تسلط داشت علاوه نظامی هم قوی بود رشد کرد کارخونه پشت کارخونه این اروپا رشد کرد وقتی اروپا رشد میکنه به تبع اون کشورهای دیگه توی اروپا هم رشد میکنن آلمان رشد کرد ایتالیا رشد کرد ژاپن هم داشت صنعتی میشد نیروی نظامی خوبی داشت رشد کرد دسترسی منابع بلوک که شرق آسیا اتفاقی که افتاد این بود که کشورهای مثل ژاپن ایتالیا آلمان سهم خواستن دعوا سر سهم بود شکل استعماره و شکل دنیایی که تغییر نکرد بعد چرا میگم جنگ اول دوم تموم نشد فقط فاتح مغزوبین مشخص شدن چون جنگ جهانی اول و دوم برای سهم بیشتر بین اروپایی ها بود اون مدل استعماری سر جاش بود کاملا سر جاش بود مدل استعماری خب این جنگ چه فرقی داره نکته اول این جنگ بر سر سهم بیشتر نیست این جنگ برای تغییر نظم تک قطبی دنیا و ایجاد یک نظم جدید که منافع دیگر کشورها رو توش ایجاد کنه و بخونه هست یعنی این جنگ تازه اولین جنگ بلوک شرق با بلوک قبل بعد از حمله دویست دویست و سی ست سال گذشته قرب به هند چین و منطقه ما و تازه بعد از 300 سال بلوک شرق داره میاد سهمش رو پس بگیره و ساز و کار رو تغییر بده دعوای جنگ جنگ اول و دوم سر سهم بیشتر بود این دعوا سر تغییر ساختاره ترال میگه می این ما تو نیرو ببریم امنیت ملیمون در خطره تو ساز و کار داره تغییر میکنه دو بلوکه میشه ولی یه اتفاقی هم افتاده چین و ایران و روسیه در واقع قبل از اینکه وارد این درگیری بشن نظم بعدی رو گفتن یعنی کشورها میدونن نظم بعدی چیه بلوک های منطقه مثلا ایران، عراق، عربستان، سوریه، کویت، قطر، عمان، مصر اینها بتونن با هم مشکلاتشون رو برطرف کنن و با هم تجارت کنن و توسعه پیدا کنن مثلا منطقه آمریکای لاتین به رهبری برزیل با آرژانتین، نیکاراگوه، بولیوی، شیلی کشورهای اون حوزه راه آهنهای خودشون رو تعریف کنن، عرض خودشون رو تعریف کنن، با هم کار کنن آسیای پاسیفیک آسان این شبکه های منطقه‌ای که امنیت درخته خوشنه و توسعه دارن میدن و مشکلات چون خوشون حل میکنن حالا در یک فضای بیریکسی به هم متصل میشه آفریقای جنوبی از آفریقا ببینید تو اوزگیری هم از هر قاره یه عضو داشتن سمت آمریکا لاتین آرژانتین بود اتیوپی تو آفریقا بود به طور مثال میگم ایران و عربستان حوزه انرژیک بودن این مدل رو ببینید بعد وارد درگیری شدن یه،, یه چیزی هست ما میدونیم که آمریکایی همیشه به هم به فایل قدیمیشون تو فایل قدیمیشون نگاه میکنن مثلا وقتی انرژی میره بالا چه تصمیماتی گرفتن یا مثلا توی بحث خروج از افغانستان هم مدل خروج از ویتنام بود خیلی این روی کرد به گذشته مهمه ها خود ما هم روی کرد به گذشته داریم یعنی نقطه تاریخی رو میبینیم پتانسیل هامون رو میدونیم میایم به می هم مدل دوره هخامنشی نیروهای آموزش دیده در واقع قدرتمند ایجاد می‌کنیم در طیف جغرافی گسترده این هم مدل ما دیگه اما یه چیزی اتفاق افتاد آمریکای دوره ترامپ اون بازی رو نکرد آمریکا اونجا فلج شد بدبخت شد یعنی چی اینا که جنگ جهانی رو انجام دادن دعوا بر سر سهم بیشتر بود سهم بیشتر به کی رسید به همونایی که داشتن آلمان و ایتالیا و ژاپن باختن سهم بیشتر نتوسن بگیرن گفتن بشینید فقط اقتصادی کار کنید سهم بیشتر مال شما نیست ما هم که تعیین میکنیم خب تمام بعد اومدن سراغ کمونیست شوروی چون شوروی بلوک شرقیه بزرگ شدن شوروی یعنی دو قطب همه با هم شدن بر علیه شوروی بازی آمریکا رو ببینید وزیر خارجه ترومن میاد تره مارشال میده و خود ترومن هم ماده چارش میاد تو فضای سنتو کاری که اینا کردن برای مهار شوروی چی بود و امروز چی اینا اومدن همزمان تو جنوب شوروی با ایران و عراق و پاکستان و افغانستان و اینا وارد پیمان سنتو شدن یه کوچولو پوهنهایی دادن ولی اینا رو از شوروی دور کردن ابزار کردن برای فشار بر کمونیسم مثلا چپ های عمان رو ایران کمک سلطان قابوس کرد چپ ها شکست خوردن خب اگه ایران کمک نمیکرد و سلطان عمان شکست میخورد. از چپ ها شما یک کشور کمونیستی داشتید دیگه تو مراکش که چسبیده به مثلا تنگ جبل و ایران تسلیحات فرستاد که چپ ها رو اونجا شکست بدن خود ایران چپ رو محدود کرد ببین این این پیمان سنتوه جنوب شوروی رو کنترل کرد تو حرکت بعدی چیکار کردن اومدن تو اروپا طرح مارشال به اینا پول دادن اینا پول آوردن دادن به آمریکا آمریکا بهشون زیر ساخت داد اقتصادی اینها رو قوی کردن و اینها وقتی قوی شدن متحدین شوروی رو جذب کردن یعنی ورشو رفت که اون ناتو تازه گسترده شد این هم داشته باشید شرق آسیا چکار کردن رفتن با چین یه توافق تاریخی کردن چینی که اتمی شده چینی که کمونیست خب به درک باشه منافعمون با چین بستن چین رو هم جذب کردن اقتصادیش کردن شوروی از تمام بهی دایره بکشید از تمام طرفها محاصره شد فرو پاشید حالا بیاید ببینیم اینجا چه خبره ترامپ احمق به جایی که بعد از برجام بیاد روابطش با ایران بیشتر کنه و روسیه فاصله بده فشار حد رو گذاشت روی ایران و احمق احمقانه بود دیگه اصلا مدل آمریکاییا نبود رفت با چین وارد جنگ ای و سنگین شد و همزمان یک پارچگی اروپا رو به هم زد رفت سمت یک جانب گرایی بازی موثر اروپایی ها رو ضعیف کرد سیاست های خودش رو تحمیل کرد و اروپا نتونست آماده باشه برای یک کنشگری یعنی تو هر سه تا محور آمریکا ها اشتباه کردن اون مدلی که اون موقع انجام داده بودن انجام ندادن این باعث شد روسیه که گسترش ناتو رو دیده بود چینی که حمله سیاست های تهاجمی ترامپ آمریکا رو دیده بود ایرانی که روبرو شده بود همزمان با فشار حد به هم نزدیک شدن و همون کاری که آمریکا تو اون مختب برای پیروزی در جنگ اول و دوم حفظ حفظ ساختاره و شکست شوروی چیده بود معکوس شد حالا بریم تو جنگ غزه کامالا حریس میگه من علاقه ای ندارم نیرو بیارم تو اسرائیل معلومه نداری اساسا تو نیستی که بخوای شما اصلا علاقه ای نداشتی شما میخواستید دو ستونه کنید عربستان اسرائیل رو تسلیح کنید یه پشوانه ای اگر جنگی بشه ما هم میاییم رو قرار بدید پشت سرش هند رو هم بچسبونید بهش کریدورهای سیاسی تعریف کنید اونجا یک اعتراف قدرتمند ایجاد کنید ایران رو مهار کنید بالانس بشه انرژی فوران کنه به بازار برید سراغ حالا طرح مارشال برگردید به ماجرا اروپا رو کمک کنیم تسلیح بشه لحاظ اقتصادی ببینید بازی رو برگردونید اشتباهات رو جبران کنید و بیایم شرق آسیا رو علاوز اقتصادی و نظامی تسلی کنیم با اروپا در... با چین درگیرشه خودمون هم چون علاوز اقتصادی انرژی رو ارزون کردیم بتونیم حمایت رو گسترده کنیم ولی نیازمند این بود که محیط پیرامونی ایران و درگیری نشه یک کشور قدرتمند نمیتونه تو دو تا محور برنده شه بیاید سه تا محورش کنیم آفریقا تا غرب آسیا شرق آسیا کل اروپا آمریکا نمیتونه خودش هم میدونه نمیتونه حالا اسرائیل میخواد بیاد وارد غزه نیرو میخواد آمریکا نمیخواد این نیرو رو بده اسرائیل چطوری بعد این جنگ رو به اتمام برسونه نمیدونه میتونه بره تو غزه نمیتونه میدونی معنیش شیه؟ معنی که از سیاست دست اونا نیست که سیاست گذاری ادامه این بازی دست ماه ما چی کار باید بکنیم؟ اون کاری که ما میکنیم دیدم یکی از وزرای سابق آقای روحانی یه توییتی زده بود که روسیه و اسرائیل تمایل دارن ایران و آمریکا وارد جنگ بشن عجب دیوانه مگه اسرائیل با, با ایران هم که جنگ میشن اسرائیل تمومه یه ساعت شخ میزنه اسرائیل رو مگه الان تو این مقطع آمریکا مگه دیوانه است با ایران وارد جنگ بشه روسیه مگه دیونه است ایران با آمریکا وارد جنگ بشه جنوبش مسیر گذرگاه تحریمیش وارد جنگ بشه اون چیزی که برنامه ایران هست این هستش که در یک طیف جغرافی های گسترده میزانی از کنه حجمی از نیروها و تسلیحات آمریکا مجبور شه گسیل شه به این منطقه و اینجا بیمونه و این باعث میشه محور اوکراین الله تسلیحات به مشکل بخوره محور شرق آسیا که میخواست پایگاه اضافه کنه نیرو اضافه کنه تسلیحات اضافه کنه به مشکل بخوره فرسودش هزینه های جاری شدیدن افزایش پیدا کنه اون موقع میزان تحرک چین و روسیه هم از طرفی افزایش پیدا کنه و آمریکا با شکلی رو برو بشه که کنترل اون مناطق و اون سیاست از حوزه تصمیم گیری خودش خارج بشه خیلی زیبا خیلی هم امکان پذیر و در انجام میشه داره انجام میشه پس به این فکر کنیم که آیا اسرائیل میتونه بره تو غزه اگه بخواد بره نیرو میخواد اگه نیرو بهش بدن محور مقامت گسترده میکنه این بازی رو اگه محور مقامت گسترده کنه آمریکا مجبورن هی تسلیحات و نیرو بیارن وقتی آمریکا هی تسلیحات و نیرو بیارن به همون میزان بعد تسلیحات که به اروپا و شرق آسیا بردن رو برگردونن مثل کاری که اسرائیل تو آذربایجان و اوکراین کرد برگردون. به همین میزان که اونها اون تسلیحات و نیرو مجبورن برگردونن چین و روسیه پیش شبه میکنن اینجوری پدرتون رو در میاریم خوشگلا شما شما یک خوی وحشیانه دارید الجزایر یک میلیون کشته داد تا از استعمار خلاص شه ویتنام یک میلیون و صد هزار کشته داد یک مثلا تصورش هم نمیتونی بکنید روی این عرقا قضه هم داره کشته میده احترام بذاریم به مقاومتشون و بدونید بازی اونطور که اونا میخوان تموم نمیشه این بازی با اونها شروع نشده که با اونها تموم بشه بازی رو اون طرفی که شروع کرده خودش هم مدیریت میکنه و افسار اونها دسته محور مقاومته بریم سراغ تحلیل بعدی میخوام بگم آقای اردوغان از چی ترسیده که اومده حماس حماس میکنه و فرق ایران و ترکیه در چیه مرسی کامنت ها لایک ها فراموش نشه حمایت های مالیتون واقعا سپاس گذارم از لطف بی و پاینده ایران همیشه ایران برای ایران